مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد، مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن، بعدن به وجود اومدن. من اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای مأموریتی به درخواست حاجی آقا رفته بودم سوریه بررسی کنم وضعیت رو. من تو اون موقع فرمانده توپخانه سپاه پاسداران بودم. وقتی وارد دمشق شدیم خب استراحت کردیم، فردای صبح من رفتم اولین بار دیدم حاج قاسم در حرم حضرت رقیه سلام الله علیه کنار زری، چند متری زری یه اتاقی هست، اونجا نشسته بودن و داشتن نیروها رو سازماندهی میکردن، عملیات رو فرماندهی میکردن. و تو این شرایطی که عزم میکنم بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ پایتخت در محاصره است، فرودگاه پایتخت در محاصره است. وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تن مواد منفجره و سلاح و مهمات میره میشینه وسط فرودگاه تحت محاصره. چرا پنهان کنیم؟ چرا شهید بزرگوارمان ابورضا رو هم آقای عدی رو میاریم اینجا؟ بعد من تو مجلس شرکت کردم، هم بنده مجوز صحبت نداشتم، همی که او سخنران و برادر روحانی یه جمله ای نگفت که کجا شهید شده، برای چی شهید شده؟ یه از لبنان و از عراق و از یمن و از بحرین از همه جا برای ما مهمتر، چون سوریه نقطه اتصال سوار است، سوریه هم مرز با سرزمین اشغالی است، برای ما مهم اینا اهدافی داریم که سوریه از دوام فرماد هر کاری میتوانید برای سوریه حضور پیدا میکردیم و از فلسطینی ها و لبنانی ها حمایت میکردیم و یک جبهه به هم پیوسته ای را از ایران تا سوریه تا لبنان تا فلسطین شکل میدادیم. هاب این اتصال یعنی نقطه کانونی این پیوند سوریه بود. اگر سوریه از این زنجیره جدا میشد، اتصال ما با محیط فلسطین و لبنان و سوریه گسسته میشد. یعنی اجزا و ارکان این جبهه مقاومت جدای از هم و منفصل از ایران اسلامی ما، اسلام به عنوان اون اصل حاکمیت خودش قرار بده، پس دفاع از حریم اسلام جزو منافع ملیش میشه، جزو مسائل امنیت ملی است. حالا هر جایی که این بخواد به یک نوعی مورد خدشه قرار بگیره، بلاز فرهنگی، خب ما باید دفاع کنیم. اگر بخواد به لحاظ نظامی یک جایی مورد تعرض قرار بگیره، ما باید از این حریم دفاع کنیم. خب می‌بینیم که مثلا فرض کنید امنیت لبنان یا سوریه یا عراق جزء امنیت ملی ما، جزء امنیت ما محسوب میشه.